خب عرض ادب و احترام. اول از همه که اینجا پشت فرمون ویدیو پر نکنید، من مشکل وظیفه دارم، از عدم تعهدی ما نیست، از عدم سیب وقت، ولی کار خطرناکی خود ما مجبه کاری این کار انجام داد. خیلی ممنونم از اینکه این همه خدمت شما رزم که واکنش نشون دادید و خدمت شما رزم که غافلگیر که نشدم، ولی انتظاری هم پیام رو نداشتم. چند تا نکته داشتم در تو این تحلیل ها که بخوام منظرتون تقدیم بکنم. نکته اول اینه که من تحلیل های شخصی مو گفتم، من نه بلاگرم و نه در هیچ فضای مجازی. دوستان همه تون الحمدلله اینجا کسایی که پست های منو میبینن همه کسایی هستن که شماره منو سیو دارن. ما اگر بخواستیم کار عمومی بکنیم که خب در اینستاگرام هم پست میذاشتم دیگه. من اصلا کلا زیاد علاقه به راه نمایی کردم دیگران ندارم به طور کلی و ترجیح میدم که یاد گرفتم که کلا چرا خاموش کنم و انجام بدم. همیشه وقتی چیزی تموم میشه بعدش اطلاع رسانی میکنم. این در پاسخ به بخش زیادی از سوالات و خدمت شما عرض کنم که در پاسخ خیلی از اون سوالات که تو ذهنم مشترک بود، یکی این که همه بیشتر در دو گرجستان پرسید بودن. اگر تو مشکل دو سال پیشم اینجا دفتر زدم، قوانین مهاجرتی مشکل ایجاد کرد و روابط سیاسی ایران و گرجستان هم به هم خورد و باعث شد که ما دفتر موقتا تعطیل کنیم و بعد مدت ایجاد کردیم. روی ری اکسپورت که صحبت میکنم چند تا نکته است. اولا که ما بیزینسمنیم، اصلا تعصب نداریم روی نوع تجارت. تجارت آری از هر گونه رنگ و پوست و مذهب و دین و این و همه این هاست. به قول ما مسلمان ها فقط حلال باشه و غیر سیاد مهم نیست. و روی ری اکسپورت که داریم صحبت میکنیم، بحث اینه که مثلا میگم ما داریم یک کارخونه رو میزنیم در فلان کشور، حالا با جزئیاتش نشیم، ما مواد اولیه رو میفرستیم اونجا، بسته‌بندیش میکنیم و بعد خدمت شما عرضم که تو تایمایی که نیاز هست از ایران صادرش میکنیم. تو تایمایی هم که بنا به هر دلیلی ایران دچار مشکل میشه، میام تو اون کشور جیغ و داد میکنیم که آقا ما محصول ملی داریم و چرا شما دارید واردات میکنید، دادو جلو واردات یک کشور دیگه هم میگیریم. البته حجم کمه، ولی وقتی که زیاد بشید این اتفاق میفته. در رابطه با گرجستان هم خب تو مناطق آزادش قابلیت های خوبی رو داره که میشه رو اون مقوله ها کار کرد، مثل کوتایسی، مثل کوتی و امثال هم. و صرفا ما به محصولات جمهوری اسلامی ایران بسنده نمی کنیم. یه سری از محصولات جمهوری اسلامی ایران خب مزیت رقابتی دارن، قابلیت صادرات به اروپا داره، مثل این دوستمون که بر من پست گذاشته بود که ریپلای کرده بود که آقا مثلا ترازی تجاری ما به اتحادیه اروپا خیلی خرابه. خب ما هم که منکرش نمیشیم، ما به دنبال ایجاد ثروت هستیم، نه به دنبال ایجاد افزایش ترازی تجاری جمهوری اسلامی ایران، که وظیفه ما نیست. در نهایت اصولا تجربه من میگه که پول برمیگرده به خاک کشور خودمون. هر جای دنیا که ما تجارت بکنیم آخرش به کشور خودمون پول برمیگرده، اکثر قریب به اتفاق. این در مورد بحث گرجستان. در مورد 8 کشوری که بهتون آفر دادم، این اولین باریه که من به صورت رسمی میام در یک طیف وسیع کد میدم. اونم به عبارتی شاید گیفت بود دیگه، سیاست های باز. سوال از ما پرسیده بودن در دل سوال که آقا مثلا چرا خود گرجستان تو این لیست 8 کشور نیست. خیلی از کشورها تو این لیست نیستن. آدم که آدم ببخش مزد قابل که نمیاد سیاست های خودش رو رسما علنی کنه، ولی باز تو همین لیست هم اگه نگاه کنید، قزاقستان که من سر تیتر 1 زده بودم، به جایی که ما الان داریم دفتر ایجاد میکنیم، شوروم ایجاد میکنیم، ولی چون کارش تموم شده رسما، یا مثلا روسیه، خب ما داریم اعلامش میکنیم. ولی خب دلیل نمیشه که همه سیاست خودمون رو بیاییم رسما اعلام بکنیم. ولی واقعا میگم 8 کشوری که بهتون گفتم جز 8 کشور هدف حتی خود منم هست، ولی شاید جز اولویت های اول خود من نباشه. مخصوصا الجزایری که گفتم خیلی ارتباطش با ایران داره حسنه میشه و این خیلی خوب و ارزشمنده و خیلی خوب میشه کار کرد برای آینده کسایی که میخواد سرمایه گذاری بلند مدت بکنن. این 8 کشور واقعا آینده خیلی خوبی رو داره. تحلیل خواسته بودن، یادمه که یکی از دوستان آقای معصوم از خواب که بلند شدن دیدم 50 تا پیام بر من ریپلای کرده. خدمتتون ببخشید اسمم بردم، خدمتتون عرضم که عرض کردم خدمتتون واقعا تایم تحلیل کردن تک به تک رو برای دوستان ندارم. تا حالا
مپ بیارمش، حالا آوردم یعنی چند تا نمونه شو مثلا تحلیل مپش و تحلیل برخطش یا موارد مشابه این رو، ولی اگر عمری بود و جانی بود سعی میکنم که تک به تک در آینده تایم رو حتما بذارم. اگر میدونم واقعا اینقدر جذاب براتون، تحلیل های شخصی خودم رو بهتون میگم و امیدوارم که جواب بگیرید. اما خیلی بیشتر از همه ریاکت نشون دادن دوستان رو اون بحث سند چشم انداز که ایرانی جواب سند چشم انداز نمیدونه چیه. نه اصلا اینو قبول ندارم. یه هفته دیگه انشالله اگر این پروژه هم انشالله به عقلی به خوبی تمام بشه حتما براتون استوریاشو میذارم در پاسخ اون ادعی که باور نداشتن سند چشم اندازو. یه مجموعه رو من ماه گذشته به سفارش یکی از دوستان باش آشنا شدم، علی رغم میل باطنی در لحظه اول تو تعارفات فقط واقعا با شروع به همکاری کردم. آدم تعارفی نیستم ولی یه بار تو تعارفات گیر کردم دیگه، صادقانه بهتون بگم. ولی هرچی رفتم جلو کیف کردم، محصول خوب، استاندارد، همه چیز پکیجش خوب بود، زیر ساخته شده شد واقعا نسبت به ما ایرانی ها زیر ساخت خیلی خوبی رو جدی کرده بود. هرچی من میگفتم اصولا داشت، مخصوصا اونقدر لذت بردم لحظه‌ای که بهش گفتم آقا سایت تو به من بده، چون بازار هدفش هم کشور عربی بود، دیدم زبان عربی رو هم حتی رو سایتش آورده، زبان چهار زبانه رو. خب این شخص بستر کارش آماده است، فقط باید تحلیل بازار بکنه، بازار هدفش رو شناسایی بکنه و بر اساس نیاز بازار محصول تولید بکنه، که حالا بر حسب اتفاق یه بخشی از محصولاتش هم این قابلیت رو داشت. در یه تایم خیلی کم داره به قرارداد میرسه، اصلا در نهایت ناباور جزء استثناءاتیه که من تو این سالها دیدم که پکیجش خوب بود، واقعا خوب بود و ما حتی این بنده خدا رو تا حالا ندیدیم. میگم یه کم دیگه مونده کارش ان شاءالله انجام بشه، حتماً خودشم فیلماشو براتون میذارم در آینده نزدیک اگر ان شاءالله کارشو انجام بدیم. و جواب گرفته. چرا؟ اولین سوالی که ازش پرسیدم گفتم آیا فلانی شما سند چشم انداز داری، اصلا میدونی چیه، استراتژیاتون میدونی چیه، بازار هدفتون میدونی چیه، و داشت. و البته خب ایشون خودشم دنیا گشته بود و اینا خیلی تاثیرگذاره، شناختش نسبت به بازار وسعت پیدا میکنه. هفته یه 10 ثانیه فیلم شد، اینا قطعا ما نمیتونیم بزنیم توی یک کلیپ در استاتوس های واتساب، ولی امیدوارم که بتونم براتون بذارم. فکر میکنم سوالات عمومی همه رو جواب دادم، باز اگه نکته بود تو ذهنم که جا مونده بود حتما محضرتون تقدیم میکنم. باز هم بی‌نهایت سپاس از این همه واکنشی که نشون دادید و متشکرم از اینکه تحلیل های ما برای شما جذاب دوست داشت.